خب دوستان گرامی، اگر ما هفته پیش که نبودیم، اگر فراموش نکرده باشید، رسیدیم به آنجا که کجا رسیدیم؟ زال زر و زال زر، پهلوانی ایران بسیار بخش فرخنده است و پر از راز و رمز. اون بخش رو باز کردیم، خواب دیدن سام نریمان زال رو و برداشتن او از کنام سیمرغ که دیدی که این سام به مرتبتی نرسیده که بتونه برسه به کنام سیمرغ، جایگاه فراز فرهنگ و فره آریایی، گرچه که انسانی بسیار بزرگواره پهلوان سام و خودش برمیداره و زال زر رو میاره از کنام بالا پایین و میگه بگیره آقای سام که اشتباه کردین، این کودک رو گذاشتیم موقعی کودک بود در کوه. سیمرغ این کار میکنه و میگه پس بگیر، ولی از این بعد درست حسابی حواست جمع کن. و اونا بعد شروع برگشتن و آخرین خطی رو که خوندیم، سواران همه نعره برداشتند، بدان خرمی راه بگذاشتند، به شادی به شهر اندرون آمدند، ابا پهلوانی فزون آمدند. بسیار فرخنده. می‌رسیم به اونجا که این خبر پیدا شدن زال زر فرزند سام به منوچهر شاه میرسه که از مرکز آریاوارتا از زابل و کابل به شاه، که در آنجا سام، چون سام در جایی که امروز فغانستان یا افغانستان نامشو گذاشتن و یکی از جاهای مهم ایران بوده، در اونجا بوده سام نریمان. در اونجا بوده یا در سیستان؟ خب اینا همه یه قسمت هم، زابل و کابل و سیستان، اینها هم بخش هایی که ما شرق بخش شمالی آریاوارتا. خب اینا نشون میده که زمانی که از اونجا را میفتن میرن به سیستان، میرن به زابلستان، اینا همه در پیوند بسیار نزدیک به هم بودن. ز زابل به شاه آمد این آگهی که سام آمد از کوه با فرهی، یا با فرهی که خبر به شاه ایران منوچهر شاه میرسه. از آن آگهی شد منوچهر شاد، بسی از جهان آفرین کرد یاد. میبینیم که شاهان ایران با پهلوانان و شاهان دیگر قسمت های بخش های مختلف ایران نه تنها متحدن، بلکه پر از مهر و شادی و دوستی با هم هستن، انگار که همه یک تنند. تمام ایرانیان، پهنه آریاوارتا، تمام آریاییان یک تنند. این راز و رمز اینه که ما مرتب در اون چیزی که پردیسی خواست از فرهنگ پس از اخوندان ایران از 12000 سال پیش تا اون زمان رو به ما یادآور کنه. ما رسیدیم به دوران مینوشهر یا نزدیک 9000 سال پیش. منوچهر را بود دو پور گزین، دو تا فرزند داشت منوچهر خودش، دلیر و خردمند و با فر و دین، همون داینا، چشم خورشید گونه ای که راز و رمز رو میبینه، نه دینو یا مذهب، دلیل و خردمند و با فر و دین. یکی نام نوزر، دیگر چون زراسب، به میدان به مانند آزرگش هست. یکیش نامش نوزر بود، دیگری زراسب، اسب زرین، همین گونه که زرتشت، یعنی ستاره زرین که همون تشتر یا ستاره اون ستاره برجاوندی بوده که نام اون بر این انسان گذاشته شده بوده. و خود آذرگوشنس یا آذرگوشنس همون آتشیست که بر اسب گوشن، بر پشته اسب
می‌گذاشتن که سپستر هم در آبادگان جایگاه یکی از آتشکده‌های ورجوان موش به همون نام شد که در پهنه آیاوارتا این آتش میچرخیده که نماینده مهر دل آریایی و یا نماینده ذره انرژی که همه چیز از اون به دنیا آمده یا خورشید که همه اینها یکیست یا همون گرمایی که در دل در مهر در زمانی که مهر می‌ورزید احساس می‌کنید از همون خورشید آمد. اینا همه این راز رمز دانش ایرانی که با دانش امروزی چی با دانش و فردا سازگار است. خب پس می‌بینیم که زمان فراموش نکنیم که ما گفتیم که سام نریمان نام ایرانی است و موقعی که جهودان در ایران شم پسر نوح یا سم رو به نام سام می نامند و میگن ما اقوام سامی هستیم، نه اقوام سمی یا سمتیک یا شمی. اینا همه توطئه های سینا سعی می کنند که همه چیز رو مخدوش بکنند. در نتیجه سام نام ایرانی است، سم نام تازی و از شم میاد. یکی نام نوزر دگر چون زرسب به میدان به مانند آزرگوش هست. زرسب کسی بوده که مثل پهلوانی شبیه آزرگوش هست بوده. بفرمود تا نوزر نامدار شود تازیان پیش سام سوار. تازیان اینجا معنی تازیگری نیست، معنی تازیدن دویدن و سوار اسب شدن و با اسب تازیدن است که به تاز و برو و از من که منوچهر باشم به سام یک پیام برسون، زیرا که شنیده بود که فرزندش پیدا شده. پس می‌بینیم که پسرش رو به خدمت سام میفرسته. پس ما می‌بینیم که ماجرا این که شایی از پدر پسر میرسه و پسر رو باید قیافه نمیدونم ولی عهد بگیرن، این واژه کثیف ولی و عهد که هر دو ماجرای زشت تازیگری است، این گونه نیست. پس فرزندان فقط همون شاه هستند و آنکه دلیر و خردمندتر و پرجانتر و مهربانتره میشه شاه شاهان یا شهنشاه. شود تازیان پیش سام سوار کند آفرین کیانی بروی بدان شادمانی که بکشاد روی. بر آفرین رو منوچهر رو برسونه به سام نریمان، آفرین شاه رو برسونه به پهلوان و شاه اون بخش از ایران، بگه که اون شادمانی که روی تو رو گشاد رو بر تو شادمان فرخنده میگوی. بفرمایش تا سوی شهریار شود تا سخنها کند آشکار. بفرماییدش تا سوی شهریار شود تا سخنها کند آشکار. بیا و میخوایم تو رو ببینیم. ببیند یکی روی دستان سام که بود پرورانیدن در کنام که روی ماه دستان سام پهلوان سام رو یعنی فرزندش رو ببینه، یعنی زال زر رو ببینین دیگه چه موجودیه که از در کنام سیما پروریده شده که بود پرورانیده اندر کنام. بزن پس سوی زابلستان شود برای این خسرو پرستان شود. یک ماموریت هم برای یا یک گفتم که به انجمنی در زابلستان باید باشه که برای یک برنامه که در آینده بوده که باید لشکر کشید به طرف شمال ایران که اونجا تازیان یا بفهم. با پوزش ما یک قطعی داشتیم در صدامو ادامه برنامه با دکتر زد. بفهمید دکتر زد. خب بسیار فرخونده. شما ببینید تبلتو میتونه بید. خب تبلیت من دیگه نمیگیره که از من دیگه خودتون صدا رو چک کنید. خب با اونجا رسید که گفتیم که از یه دقیقه پیش بگو، فکر کنم یک دقیقه قطع بودی.
آه پس یک دقیقه قطع بوده. بسیار فرخنده. خب با آنجا رسیدیم که منوچهر شاه فرزندش نوذر رو میفرسته به طرف سام نریمان و میگه که فرزند سام رو میخوان ببینیم که در کرام پروریده شده. بفرمایدش تا سوی شهریار شود تا سخنها کند آشکار، ببیند یکی روی دستان سام که بود پرورانیده اندر کنام. خب دستان سام گفتیم فرزند سام رو، پهلوان سام رو که در کنام سیمو پرورده شده بود بتونه ببینه. بازم پس سوی زابلستان شود، برای این خسرو پرستان شود. چون نوذر بر سام نیرم رسید، یکی نوجوان پهلوان را بدید. نوذر فرزند منوچهر فرزند شاه ایران موقعی که رسید به سام، یک نوجوان پهلوان را دید، زال زر رو که در کنام سیمور. گفتیم سیمور نشانه اوج فرهنگ ایران، بالاترین نقطه، جایی که در راز و رمز فرهنگ آریایی نگهداری میشه تا زمانی که دوران تازیگری بر روی زمین به سر برسه. شما دیگه نمیتونین بگیرن؟ دیگه تبلت ها دیگه نمیتونن بگیرن مازیار جون. خب فر بدونین، من دارم چکش میکنم دکتر زن. آه باشه باشه. خب مسئله نیست، الان داره پخش میشه از بسیار فرخنده. بسیار به. چون نوذر بر سام نیرم رسید، یکی نوجوان پهلوان را بدید. فرو آمد از اسب سام سوار، گرفتند مر یک دیگر را کنار. هم دیگر را در آغوش کشیدند. ز شاه و ز گردان بپرسید سام، سام پرسید حال شاه چطوره. و از ایشان بدو داد نوذر پیام، نوذرم فرزند شاه پیام را داد به سام نریمان. چو بشنی پیغام شاه بزرگ، زمین را ببوسید سام سترگ. سام بزرگ اون پیام های فرخنده شاه رو که شنید، از خوشحالی یا از سپاس زمین رو بوسید. زمین یکی از خدایان، هرچه که در هستی بوده خدای ما بوده. ما در جلو یک خدای خیالی و دروغین و آدم خور پوزه بر خاک نمی مالیدیم. ما سپاس به همه هستی می داریم، چه خورشید، چه ما، چه زمین، چه آب، چه خشکی و چه هران چه که در روح هست و چه انسان و چه جانور، هر چه که هست خدا بوده. همون دون موبایل ها درست شد دوی کسی. خب بنده با خب پس گفتیم که هران چه که بوده خدا بود. خب زمین را ببوسید سام سترگ، دمان سوی درگاه بنهاد روی. چنان کش بفرمود دهیم جوی. همان گونه که شاه بزرگون گفته بود، فوری رفته به طرف درگاه، به طرف بارگاه شاه در میانه ایران. فراز یکی پیل نر زال زر، نشاند و براندش سبک سوی در. چو آمد به نزدیک شاه، شاه شهنشه پذیره شدش با سپاه. چون شاه یعنی در اینجا سام نریمان به نزدیک شهنشاه شاه شاهان مینوشهر منوچهر رسید، شهنشه شاه شاهان پذیره شدش با سپاه. با سپاه اومد جلوش به پیش بازش. درفش منوچهر چون دید سام، پیاده شد از اسب و بگذارد گام. درفش منوچهر رو که از دور سام دید، از اسب پیاده شد و با گام خودش جلو رفت. زمین را ببوسی بس پهلوان، که جاویدی شاد و روشن روان. این رو به دوستش، به شهنشاه.
منوچهر فرمود تا برنشست. منوچهر گفت بفرمایید. مران پاک دل مرد یزدان پرست، سوی تخت و ایوان نهادند روی، چه دهیم دار و چه دهیم جوی. به منوچهر برگاه بنشست شاد، کلاه کیانی به سر برنهاد. به افتخار آمدن سام نریمان شاد نشست و کلاهش رو بر سر گذاشت، کلاه کیانیش رو بر سر گذاشت. به احترام آمدن سام و به یک دست قارن، به یک دست سام، یک طرف پهلوان بزرگ قارن، به یک دست سام رو نشوند. نشستند روشندل و شاد کام. پس آراست زار را پیش شاه، به زرین عمود و به زرین کلاه، گرازان بیاور سالار بار، شگفتی بماند اندر او شهریار. شاه که زار رو میبینه، شاهنشاه یعنی منوچهر، در شگفتی میمونه. پس آراست زار را پیش شاه، به زرین عمود و به زرین کلاه، با نیزه زرین و کلاه زرین میارن جلوی شاه. گرازان بیاور سالار بار، گرازان با سرعت آوردش جلو، گرازان آورد به بار. به بار جایی که انجمن شاه هست، جایی که شورای شاه هست، یا همون انجمن، همون سیستم که دموکراسی آرزوشو داره یا ادعاشو داره، سیستم جمشیدی. سیستم جمشیدیه که راستینه، سیستم راستیه و مردم سالاری راستین که امروز خبری ازش نیست، تا زمانی که به هر حال تازگیری از زمین رخت برآورد. گفتیم شگفتی بماندن در او شهریار. پس آنگه منوچهر با سام گفت، شاه به سام میگه که این را همانا کسی نیست جفت، چون کسی در جهان مثل زال، مثل این فرزند تو، هم فرزندی که انداخته بود تو کوه، همچین موجودی در جهان وجود نداره. این یونیک بودن هر انسان، این هم بی همتا بودن هر انسان و ارزش هر موجود در ذهن فرهنگ آریایی رو میبینید اینجا. و این برز و بالا و این خوب چهر، تو گویی که آرام جان است و مهر. حالا اگر زده فرهنگ تازی باشه یا نفوذ حتی زده فرهنگ تا در فرهنگ آریایی باشه، ممکنه بترسه از اینکه همه موی او سپیده، یک کودی، یک جوان یا یک بچه از بچگی. ولی موقعی که منوچهر میبینه، فوری میگه که تو گویی که آرام جان است و مهر، خود مهره. چون این گفت مرسام را شهریار، بعد به سام گفت، شاه گفت که از من از این را به زنهار دار، این حرف از من خوب گوش کن، بیاد داشته باش. به خیره میازارش از هیچ روی، به کس شادمانه مشو جز بدوی. بزرگترین شادمانی زندگی باید او باشه، این باشه، و خیرگی دیگر در زندگی نکنه، مثل این زمانی که کودک بود اون رو به کوه افکندی. که فر کیان دارد و چنگ شیر، دل هوشمندان و فرهنگ پیر. فرهنگ پیر فراموش نکنید، فرهنگ سیمور. این راز رمز سمبول ها رو، اسطوره ها رو میبینید که چگونه در هم پیچیدند و اینجا دارن به کسی که جان و دل و خرد داشته باشه داره یاد میده فرهنگ ایران، که این است که پایدار است و در پروسه فراپویش یا اِوولوشن است. شاه از کجا اینو میدونه؟ فقط با دیدن ظاهر زال زر. فراموش نکنید که انسانی که به من آف نالج، به انسان فرهمند یا دانای بزرگ تبدیل میشه، به اون مرحله از مهر میترایی به مرحله ششم یا هفتم حتی میرسه، یا هشتم که آخرین مرحله که خود پردیس باشه، با یک نگاه همه چیز رو میدونه. چرا؟ چون ندای سروش در گوش ما ایرانیان است، ندای راز رمز هستی، ندایی که زمانی که انسان که مرده نباشه یا تیک تیک شده نباشه در درون خودش، یا از خود بیگانه نشده باشه به خاطر زده فرهنگ تازیگری یا سوداگری تازیان،
برعکس انسان فرهمند، انسانی که زنده است و انسان زنده با تمام راز رمز هستی در یکی هست، در نتیجه این رو مستقیم میتونه پرسیو بکنه یا نگاه بکنه و ببینه همه چیز رو، که فر کیان دارد و چنگ شیر، دل هوشمندان و فرهنگ پیر. شاه میگه این دل هوشمند داره، هوشمندان و فرهنگ آریایی داره و فرهنگ پیر، همون سیمرغ. بیاموز او را ره و ساز و رزم، همان شادکامی و آیین بزم. همه چیز خوب و جنگ و همه چی و شادی و همه رو بیاموز. ندیده است جز مرغ و کوه و کنام، با اینکه مستقیم با هستی در پیونده، اما آموزش فرهنگ آریایی اون رو دست پرورده و اون رو یک شاه و یک پهلوان شاه واقعی، چون هر کس که به درجه ای از انسانیت برسه خود شاه هست. ندیده است جز مرغ و کوه و کنام، کجا داند آیین شاهی و نام. آیین شاهی و نام هم باید یعنی دانش رو داره، دانش نهانی رو داره، حالا دانش این جهانی رو هم باید بهش یاد بدیم. پس از کار سیمرغ و کوه برند، وزن تا چرا خار شد ارجمند. یکایک همه سام با او بگفت، ز خواب و ز خورد و ز جای نهفت. پس بعد سام شروع میکنه به گفتار و ماجرای سیمرغ، کوه برند و چرا که اون ارجمند خار شد، یعنی بچه رفت کند به کوه. یکایک همه سام با او بگفت، زخواب و زخورد و زجای نهفت. همین چیز رو با شاه شروع کرد گفتن. و زفکندن زال بکشاد راز، که چون گشت بر سر سپهر از فراز. به این که چطور این فرزند رو به کوه افکنده، به چگونه سپهر بزرگ از فراز بر سر ریخته شده. یعنی انگار که ما آسمان رو بر زمین کشیدیم با این کار زشت که این کودک رو به کوه انداخته بوده، از ترسش یا از همون گفتیم از اون نفوذ فرهنگ تازی هزار ساله‌ای که تازه ما از اون بیرون اومدیم. فراموش نکنید که تازه ما از نظیر فرهنگ 1001 ساله زحاک ماردوش بیرون اومدیم، که بالاخره رفتیم به اورشلیم و اون رو نابود کردیم و در برای همیشه در بند کشیدیم. البته فهم کنم یه دفعه که باید کار بکنیم، یه دفعه اولشه، یه دفعه آخرشه دیگه، تا سه نشه تا دیگه دو تاش دیگه، سه که بشه دیگه انجام شده دیگه، دومیش هم نزدیک. دوستان گرازن وزفکندن زال بکشاد راز، که چون گشت بر سر سپهر از فراز. رفتم به فرمان کیهان خدای، بلبرز کوه اندران سخت جای. داره تعریف میکنه که پس از اون که شنید که فرزندش زنده است، بعد از چندین سال رفت به البرز. یکی کوه دیدم سرن در سحاب، سپهریست گفتی زخارا براب. برو برنشینی چو کاخ بلند، زهستو برو بسته راه گزند. بالای این کوه کرام سیمرغه، که راه گزند از هر موجود یا هر تازی یا هر زشتی یا هر اهریمنی بر روی زمین راهش بسته است به اون جایگاه بزرگ آریایی، به جایگاه فرهنگ سیما، فرهنگ آریا، به جایگاه راز و رمز فراپویش هستی که نوک پیکان حرکت یا سرنخش دست فرهنگ آریا است. و بس زهر سو برو بست راه گزن برون کنام. بدو اندرون بچه سیمرغ و زال، درون کنامی که از هر راه گزن برو بست است، کسی به اونجا نمیتونه بره، به اون مرتبت نمیتونه بره. بچه های سیمرغ و زال با هم بزرگ شدن. تو گفتی که هستند هر دو حماد، نبود راه بر کوه از هیچ روی. بگشتم بسی گرد او پوی پوی،
من دور این کوه فراوان گشتم. به شاه داره میگه سام که این بچه رو برم بردارم، یعنی برسم به اونجا، که دیدم که هیچ راهی بر اون کنام سیمور نیست. مرا پویه پور گم بوده خواست، به دلسوزگی جان همی رفت خواست، دنبال فرزندش که در اون جایگاه افسانه‌ای یا اسطوره یا جایگاه راز پر راز رمز بوده، کودکش رو میخواسته و جانش در حال سوختن بوده از ناراحتی که نمیتونه برسه به زال. همی بوی مهر آمد از باد اوی، به دل شادی آوردم این یاد اوی. وی که نزدیک اون کنام و نزدیک فرزنده شد، بوی مهر از اون کنام می اومده و شادی از اونجا یاد انسان می اومده، شادی بیکران. این از فرهنگ آریان. ابا داور پاک گفتم براز، که ای چاره خلق خود بی نیاز. پس از اون که دیگه هیچ راهی نمی بینه، به اهورامزدا دانش بزرگ هستی، داور هستی، آنچه که دانش، آنچه که راز رمز هستی است، دل می گشایه و چاره خود رو می خواد. رسیده به هر جای بحران تو، نگردد فلک جز به فرمان تو. یکی بندم با دلی بیگناه، با دلی پرگناه پوزش میکنم، به نزد خداوند خورشید و ماه. میبینید همه چیز خداست، خورشید، ماه، زمین، دانش هستی، همه اینها فروزه خداست، انسان، حیوان. امیدم به بخشایش تو توست و بس، به چیزی دیگر نیستم دسترس. تو این بنده مرغ پرورده را، به زاری و خاری برآورده را. این بنده یعنی این زار رو داره میگه که همی جرم پوشد به جای حریر، مزد گوشت هنگام پستان شیر. مزد یعنی مزه میکنه، یعنی گوشت خوره به جای شیر، شیر مادر. رسان یا به من یا مرا راه کن، سوی اوی و این رنج کوتاه کن. یا اونو به من برسون یا یه راهی من بده که به کنام بالای سیما راه پیدا کنم. به بد مهری من روانم، به بد مهری من روانم مسوز. اون کاری که کردم بچه رو موقع کودک بوده انداختم اونجا، روان من رو خواهش میکنم نسوز. به من باز بخشو دلم برفروز، به فرمان یزدان چون گفته شد، نیایش همانگه پذیرفته شد. در شعر قبلی، در هفته قبل، اگه فراموش نکنید که همین رو فردوسی ما گفته بوده که زمانی که دلش رو پاک میکنه و این رو از ته دل، نه از روی آز و نیاز و زهرمار و همون چیزی که تازیان مرتب دارن گوش و خدا رو سیخ میزنن، اینو به من بده، اونگاه بده، اونگاه پول به من بده، فلان هم که از گله من رو بندستم، نه. موقعی که اون دل با هستی یکی میشه، با تمام وجود آدم او میشه، میخواد که این رو میخواد، تمام منیت دور میشه و تنها مهر این پیوند رو برپا میکنه. مهر خود کارش رو انجام میده، چون مهر با مهر قوم و خویشه، مهر با مهر دوسته، با هم همکاری میکنه. زکو بزد پر و سیمور برشد به ابر. پس از اون که به فرمان یزدان چون گفته شد، نیایش همان گه پذیرفته شد، بزد پر و سیمور برشد به ابر. همی حلقه زد بر سر مرد گبر، ز کوه اندر آمد چو ابر بهار، گرفته تن زال را در کنار. سیمور تن زار رو برمیگیره و
میاره پایین که بده به پدرش به سام. زبویش جهانی پر از مشک شد، دو دیده مرا تر و لب خشک شد. ز سهم وی و بویه پور خیش، خرد در سرم جای نگرفت بیش. لحظه اپیفمی، لحظه این واژه انگلیسی شو گفتم چون یادم نمیاد. اپیفمی اون چیزی که در این لحظه نیوانه همه چیز یکی میشه، همه چیز آن یکی بودن رو انسان میبینه. اون چیزی که در نقاشی زرتشت هست که انگشتش رو گرفته بالا و یکی میگه، همه چیزی که نه اینکه خدا اون بالاست یکیست که جودا و تازیا میگن گفته خدا اون بالاست یکیست، نه میگه همه چیز یکیست. Everything is one. Everything is one. همه چیز در هستی یکیست. ما همه سنگ و خاک و جاندار و بیجان قوم خیشای هم دیگه ایم، هم از همون بیگ بنگ، از همون ذره انرژی اومدیم که بعد به انرژی به ماده تبدیل شده و ماده میدونیم چطور به ماده تبدیل شده. امروز این خیلی روشنه، ولی اون رو ماده هزار سال پیش میدونستیم پیدا کنیم چگونه. این داره میگه چگونه. ز سهم وی و بویه پرخیش، خرد در سرم جای نگرفت بیشت. پر از خرد شد جایش، اینقدر پر شد که دیگر جایی دیگه نداشت. پر از جان شد، پر از خرد شد. به پیش من آورد چون دایه‌ای، مثل کسی که از یه فرزند نگهبانی میکنه، مثل دایه. این نسیمور فرزند من آباد، که از مهر باشد برا مایه‌ای، زیرا که مایه او مهر بود. آیه این دا و این سیمار. زبانم بدو بر ستایش گرفت، به سیمار بردم نماز ای شگفت. یه اوتوماتیک جلوی سیمار نماز بردم، ستایش بردم. با خودش شگفت زده میشه که من کی بودم اون دسته که این کار رو میکردم. من که نمیدونستم باید این کار بکنم، ولی خود به خود این کار کردم. چرا؟ چون اون در این فرهنگ پویش رو یا فراپویش رو داری، نماز میگذاری یا ستایش یا سپاس میگذاری. نمازم واژه ایرانیه، پارسی بله. اشتباه نکنن دوستان. به من ماند فرزند او و خود بازگشت، فرزند گذاشت خود بازگشت. تو گویی که با چرخ انباز گشت. چرخ، اون چرخ گردون هستی، انگار که دوباره به دل هستی برگشت. سیمرغ رو میگه. من آوردمش نزد شاه جهان، همه آشکارا بکردم نهان. بفرمود پس شاه تا موبدان، ستاره شناسان هم بخردان. بجویند تا اختر زال چیست، بران اختر از بخت سالار کیست. برسه این شاه که میگه، من اون چرشای ما رو سام که میگه که زال رو این جمعه شد، نیال زال جلوی شما، ساوادمش جلوی شما. شاه میگه که خب موبدان بیان و ستاره شناسا و بخرده و خردمنده و دانشمنده بیان بگن که ماجرای زال چه خواهد بود. در فرتور هم آمده، در فرتور میبینید دوستان این انجمنی که گرد شده و در اون عکس بزرگان. خب ببینیم این بخردان و دانشمندان و ستاره شناسان و اینها، اختر شناسان و اینها، موبدان. موبدان فراموش نکنید در 10000 سال پیش هنوز جهودان نفوذ نکرده بودن. جهودان در زمان هخامنشی نفوذ کردن و پس از اون موبدان همون جاسوسای اجنبی جهودان بودن که امروز خب صاحب به اصطلاح زرتشتیانه. همونان، هیچ فرق نمیکنه، همه تازیانن. ولی اینجا موبدان کسانی که با راز رمز هستی در پیوند سعی میکنن باشن، ستاره شناسان همینطور، بخردان همینطور، دانشمندان. بجوین تا اختر زال چیست، بران اختر از بخت سالار کیست. خب شاکار دیگه که نمیتونسته بکنه، خودش که دیده بوده زال که آدم حسابی، آدم درست، انسان یا آدم چه از کنه، انسان یا بهومن درستیست. بقیه هم میگه بیان برحال حرف بزنیم ببینیم چیه جریان. بگفتند با نامور شهریار
تمام این اونایی که اومده بودن و این بزرگان و اینا به شهریار گفتن که او پهلوانی بود نامدار. عجب با چشم باز غیب گفتن که او پهلوانی بود نامدار، هوشیوار و بیدار و گرد و دلیر، سپهدار و گردافکن و شیرگیر. خب اینم که مثل روز پیداست که این گونه است، هوشیوار و بیدار و گرد و دلیر، سپهدار و گردافکن و شیرگیر. چو بشنید شاه این سخن شاد شد، دل پهلوان از غم آزاد شد. شاه که تایید اینا رو میبینه که بله درست دیدی، شاد میشه و دل پهلوان از غم آزاد شد. یکی خلعت ها رو بیم چه کار میکنه، چقدر زیباست اینجا. یکی خلعت ها راست شاه زمین، یکی خلعت ها راست شاه زمین. یه جشنی گرفت که کردن هر کس برو آفرین. جشن بزرگی میگیره. ما دنبال این بودیم که جریانی که میشه جشنی، یه جشن خیلی گنده بگیریم. راه زندگی هم همینه. ز اسبان تازی به زرین ستام، اسبان تازنده، اسبان تندرو به زرین ستام. ستام من فکر میکنم اینجا سمشون رو که به زر گرفته بودن. ز شمشیر هندی به زرین نیام، ز دیبا و خز وز یاقوت و زر، ز گستردنی های بسیار مر. غلامان رومی به دیبای روم، غلام هم پیش از این توضیح داریم که این غلام رانای برده نیست در این فرهنگ فردوسی، به عنوان در اکثر جاهایی که پردیسی از غلامان میگه کمر بستگان و آماده رزم برای دفاع از کشور. غلامان رومی به دیبای روم، اینا از سارتاپ روم اومده بودن. فراموش نکنیم ما از دریای مدیترانه تا چین، اینجا ایرانه، اینجا چین هم وجود نداشته اون زمان، البته ماجرا 9000 سال پیش یا به شکلی چین بود، نه چینی که بعدا در 2000 سال پیش صحبتش هست یا 4000 سال پیش. خب غلامان رومی به دیبای روم، همه پیکر از گوهر و زرش بوم. تمام بدن این مردان رومی که آمده بودن در آنجا نگهبان ها، پیکرشون پر از گوهر و زر. زبرجد طبق ها و پیروز جام، طبق های زبرجد و جام های فیروزه یا همون پیروزه، چه از زر سرخ و چه از سیم خام، چه از طلا و چه از نقره سیم خام. پر از مشک و کافور و پر زعفران. اینجا زعفران رو بارها شما میبینید که ما امروز میدونیم که به خاطر شادی آفرینی زعفران و نزدیک بودن به فره شادی در انسان چقدر ارزشمنده در آوردن در جشنها به عنوان سمبل. زعفران میپاشیدن. همه پیش بردند فرمانبران، همان جوشن و ترک و برگستوان، همان نیزه و تیغ و گرز گران، همان تخت پیروزه و تاج زر، همان مهر یاقوت و زرین کمر. با یاقوت روی مهر می ساختند که مهر شاهی بود. مهر شاهی. به مهرش منوچهر عهدی نوشت. ما گفت کنم قاز بیاریم میخوام چیزی بنویسم. عجب جشن باشه. چه جشن زیباست. سراسر ستایش بسان بهشت. یک عهد نوشت. ستایشی مانند خود بهشت. همه کابل و دنبر و مای هند، دریای چین تا به دریای سند، زابلستان تا بدان روی بست. گفتیم چینم دیدیم که بخش از ایران. همه کابل و دنبر و مای هند، ز دریای چین تا به دریای سند، ز زابلستان تا بدان روی بست. به نوعی نوشتند عهدی درست. روی بست روی
روی درست باز روی باست. خب اینجا باید درست بگیم. آره. ز دابلستان تا بدان روی بست، به نوعی نوشتن عهدی درست یا درست. روی بست بگیم، اونو میگیم درست بگیم. اینا این در پردیسی این کارو میکنه. پس بعد تا این از سر تا سر از کابل و دنبر و هند و چین و سند و زابلستان و اینا، اینا رونویسی کردن اون چیز زیبایی که منوچهر نوشته بود، اون عهدنامه‌ای که منوچهر نوشته بود. چون این عهد و خلعت بیاراستن، پس از به جهان پهلوان خواستن. پس از اون که جشن تموم شده، این آرایش تموم شده، این عهدها تموم شده، این زیبایی و شادی ورزی تموم شد، اسب جهان پهلوان خواستند. چون کرده شد سام بر پای خواست، بگفته گزین مهتر داد راست. اینا را چون قرار بود پس از اون برن به آزادسازی مازندران، شده تا برافراخت چرخ و ماه، چطو شاه ننهاده بر سر کلاه. به مهر و به خوبی و داد و خرد، زمانه همی از تو رامش برد. همه گنج گیتی به چشم تو خار، همه گنج گیتی به چشم تو خار. این فرهنگ آریایی، تمام گنج ها در چشم ما به خاطر بزرگی ما، همه گنج ها خاره در نظر ما. ما مثل تازی بدبخت دو به دنبال گنج، کور و مفلوک و بیچاره و جنایتکار و تازی نمیشیم. ما به گنج به خاری نگاه میکنیم. چرا؟ چون ما از گنج بزرگتریم، ما خود گنجیم. مبادا به جز نام تو یادگار، فراز آمد و تخت را داد بوست. ببستند بر کوهه پیل کوس، سوی زابلستان نهادند روی. نظاره بر ایشان همه شهر و کوی، چو آمد به نزدیکی نیمروز، خبر شد ز سالار و گیتی فروز. نیمروز رو شما یه بگه بدید. نیمروز شهر باستانی در سیستان که در همین گونه که میبینید در عهد باستان نیمروز ما بوده، یعنی خورشید در اونجا در هنگامه نیمروز 12 ظهر در اوج آسمان و این گونه مبدأ سازی کرده بودیم مکان و زمان کره زمین رو. اون کسانی که میگن که ما نمیدونستیم زمین کره است، نمیدونم کی کشف گالیله کشف کرد. این روز دوستان جایی که ما بر اساس شناخت عدد پی یا پای به قول امریکایی 3.14 3.14 و میشه تا ده ها اشارش رو محاسبه کرد، ما کرده بودیم این کار رو برای محاسبه دور زمین و شروع یک زمان که نیم روز دقیقا در اینجا در چه ساعتی تعیین میشه، که ما از درجه هایی که 360 درجه دور زمین هست تقسیم کرده بودیم و این گاه ها یا گام ها یا امروز به دقیقه ها و ثانیه ها و درجه ها محاسبه شده بوده، نام های امروزی. ولی ما گاه داشتیم، گام ها و درنگ ها که یک جزی از ثانیه بوده که بعدا میبینیم که خب اینا از نو که محاسبه میشه و از اونگی بسید تازی ها نابود میشه، خیام دوباره اینها رو محاسبه میکنه با محاسبه یک ثانیه لحظه درنگ نوروز رو یا رسیدن زمین پس از یک دور خورشید چرخیدن به جای خودش در لحظه بهار محاسبه میکنه. خب پس این نیمروز یک جایگاه و شهری در سیستان بوده که در واقع هم معرف شدهش نصف النهار، نصف النهار یا جایی که امروز آدم خوران غرب جود انگلیسی بردنش در جایی به اسم گرین ویچ. خب یعنی شروع ساعت، یعنی شروع لحظه میان روز یا شروع لحظه میان شب، فرق نمی‌کنه روز یا از میان روز میشماریم یا از میان شب میشماریم. برای اینها بازمانده های تمام این
ساختمان‌های محاسبه ستاره شناسی هنوز در نیمروز سیستان هست، یک نیمروز هم در گنگدش داشتیم، یک نیمروز هم در خود چیز زرنگ بوده، زرنگ کرمان، نه یه دونه دیگه هم هست که در خود پارسه و به سلاز کعبه زرتشت، در پارسه که اسمشو ستاره خانه زرتشت، که ستاره خانه زرتشت یا به قول ابلهان تازی که این اسما رو میزنن کعبه ما میگن، بله، یا اون چیزه محاسبات خورشیدی رو میگن مال ننه چیز یا عمه اسمش چیه اون مردک تازی که پول دار بوده، شاهشون شاه تازیان بله یا زندان سلیمان یا نمیدونم اسم از این نام ها اینجا بوده برش میذارن، چون این همه رفتن خودشون جا کردن توی جهانات تاریخ نویسی و امروز هم توی چیزای ویکیپیدیا و نمیدونم چیز شناسی و نمیدونم دیرین شناسی و اینها خودشون جا کردن و از این نام ها میذارن. نمیدونم همه سلیمان، ننه سلیمان، جایگاه سلیمان، نمیدونم زندان سلیمان، جنایت سلیمان، آدمخور سلیمان، زن چیز سلیمان، اینا همه اینا گوشتن از سلیمان تو نامه، حتی چیزم چیز نه به سر پاسرگاد هم گذاشته و نمیدونم تخت سلیمان. بله تخت سلیمان. ببینید که جودن در این هزار اندی سال هزار سه سالی که با لشکر آدم خور عرب اومدن این رانو گرفتن چه بر سر ما آورده اند دوستان. خب اینا هم بیرون اومده خوشبختانه، کارشان تمام است دوستان. ایدون بادا ایدون بادا ایدون ترج. خب برگردیم، ما به میخوام این رو تا چند دقیقه دیگه تموم کنیم که بیش از یک ساعت نشه. خب پس اون جشن که یادتون هست عهدنامه رو نوشتم، به مهر و به خوبی و داد و خرد زمانه همی از تو رامش برد، همه گنج و گیتی به چشم تو خار، مبادا به جز نام تو یادگار، فراز آمد و تخت را داد بوس، ببستند بر کوهی پیل کوس، سوی زابلستان نهادند روی، نظاره بر ایشان همه شهر و کوی، چو آمد به نزدیکی نیمروز اینجا بود خبر شد ز سالار گیتی فروز، که آمد ابا خلعت و تاج زر، ابا عهد و منشور و زرین کمر. پس اون منشور اینجا نوشته شد که پیش از ما داریم 6000 سال پیش از منشور کوروش. بیا راست سیستان چون بهشت، گلش مشک سا، گلش مشک سارا بود و زرش خشت، درست مثل یک بهشت بستی، مشک و دینار بر بیختند، بسی زعفران و درم ریختند، بسی مشک و نینا بر بیختند، همچون پرت کردن، یعنی آدم از خودش دور میکردیم ما اینها رو از خودم تا اونجا که توانایش داشتیم می پراکندیم. بسی زعفران و درم ریختند، یکی شادمانی شدند در جهان، سراسر میان مهان و کهان، از بزرگ و کوچک هر آنجا که بود مهتری نامجوی، زگیتی سوی سام بنهاد روی، سام نریمان که فرخنده بادا پی این جوان، فرزندشو دارن میگن فرزند سام، بدین تازه دل نام و پهلوان، مردم حس کرده بودن که این شروع یک دوره جدید در فرهنگ آریایی است. چو بر پهلوان آفرین خواندند، ابر زال زر گوهر افشاندند، نشست آنگهی سام با بزم و کام، همی داد چیز و همی جست نام.
جاستان اونجا به عنوان جستجوینا به عنوان این که در میگه فلانی چطوره، فلانی چطوره، اون کی بود، اون بچه حاله زیرا که رفته بودن به زابل بگو به دستور مینوشهر، زیرا که پس از اون باید برن به سوی گرگساران و مازندران برای دفع تازیان و دیوان که همون تازیان باشن یا همون اهریمنان باشن، نه همه یکی دروغگویان و پستان و جان آدم خاران و حمله کنندگان همیشه به اسم دیوان، تازیان، اهریمنان نشستان گهی سام با بز و کام، همی داد چیز و همی جست نام. کسی کو به خلعت سزاوار بود، خردمند و خردمند بود و جهاندار بود، بر اندازشان خلعت آراستند، همی پایه برتری خواستند. پس از اونی که به حال ماجرای زال زر داغون پیدا میکنه و بهتری که در اینجا خود را به کناری بکشیم تا هفته آینده و فردا شب که برنامه فراموش نکنید دوستان tvparsi.com فردا شب برنامه زنده مزدوران آدمخوار. بسیار نیکو بود این بخش از فرهنگ سیمرغی، بسیار نیکوتر هم خواهد شد واقعا. تمام شدنی نیست هرچی که انسان جلو میره در این فرهنگ، میبینه که به تازه چی این از هزار اندی سال یا توش دست بردم یا سر تاخچه ها خاک گفتم بخوره یا انواع اقسام. حالا فردا شب میرسم که سر یکی از بزرگترین چیزایی که باقی مونده بود، شاهنامه ها همین حکومت قبلی مادر به خطا چه آوردن، تیکی تیکش کردن، دستی جوده ای پخشش کردن شاهنامه تماسب رو. خب دوستان تا هفته آینده.